سلام به شما دوستان عزیزی که تصمیم گرفتید در دوره عکاسی با موبایل در سایت مکتب خونه همراه من باشید. خیلی خوشحالم که در این دوره کنار شما هستم. اما شاید براتون سوال ایجاد بشه که چرا ما داریم عکاسی رو با موبایل آموزش میدیم؟ اگر بخوایم یه نگاه خیلی گذرا داشته باشیم به تاریخچه عکاسی، از اون عصر پاییزی که محمدشاه قاجار همراه با خانوادش جلوی دوربین یک عکاس روسی قرار گرفت تا امروز حدوداً 178 سال میگذره. تو این 178 سال اتفاقات خیلی زیادی افتاد راجع به صنعت عکاسی که همه این اتفاقات مربوط به ساختار دوربین ها بود، نه خود عکاسی و نه خود اون اصولش. در زمان قاجار ناصرالدین شاه طی رفت و آمدی که داشت به خارج از ایران و به اروپا با دوربین آشنا شد، علاقه‌مند شد به عکاسی، دوربین رو خرید و وارد ایران کرد، خودش عکاسی رو یاد گرفت و بهش لقب عکاس باشی رو دادن چون خودش عکس می گرفت. از خودش حتی عکس سلفی می گرفت، از دخترش به عنوان مدل عکس می گرفت حتی، و عکاسی رو دوست داشت انجام میداد. اما اون موقع دوربین ها و کلن عکاسی مخصوص دربار بود و فقط خانواده های سلطنتی میتونستن از این صنعت استفاده کنند. اما رفته رفته دوربین های بیشتری وارد ایران شد، عکاس خونه ها به وجود اومد و مردم عادی هم میتونستن از خودشون عکس داشته باشن. ولی خب اینکه عکاسی کنن این یه مقدار تبحر میخواست، چون به هر حال دوربین هایی که اون موقع بود خیلی کار باهاشون خیلی راحت نبود و یه مقدار پیچیده بود. 20 سال پیش حدوداً یه تحول خیلی عظیم به وجود اومد در ساختار دوربین ها و اون تغییر سیستم دوربین ها از آنالوگ به دیجیتال بود. یعنی دوربین ها دیجیتال شد و ابعادش حتی کوچیک‌تر شد، جمع و جورتر شد، حالت اتومات رو داشت و خیلی از خانواده ها توی خونهشون یه دوربین داشتن، حتی اگر علم عکاسی رو هم نداشتن میتونستن اون رو حالت اتومات بذارن و عکس بگیرن. اما اگر قرار باشه که یه تاریخچه رو بنویسم بعدها راجب عکاسی، راجب دورانی که ما درش هستیم، قطعا از این دورانی که ما الان درش هستیم به عنوان یک نقطه عطف یاد میکنن، به خاطر اینکه الان تو هر خانواده ای تقریبا میشه گفت همه یه دوربین دارن، چه بخوان و چه نخوان وقتی که موبایل رو دارن میخرن یک دوربین هم همراهش خریداری میکنن و دوربین های موبایل در این چند سال اخیر، 4 یا 5 سال اخیر، فوق العاده پیشرفت کردن به لحاظ ساختار و خیلی شبیه شدن به دوربین های حرفه‌ای و واقعا میشه با اونها عکس های فوق العاده ای رو گرفت. ما آدما کلا وقتی که حالمون خوبه عادت داریم و دوست داریم که از خودمون عکس بگیریم. اگر در مکانی هستیم که حس خوبی داریم دوست داریم که از اونجا عکس داشته باشیم و وجود شبکه های اجتماعی هم خب این ضرورت رو بیشتر ایجاب میکنه. حالا که ما عکس میگیریم و به اشتراک میذاریم بتونیم عکسای درستی رو بگیریم، روی اصول عکس بگیریم و بتونیم از وسیله‌ای که در اختیار داریم و تقریبا امکانات دوربین های حرفه‌ای رو داره درست استفاده کنیم. این دوره که قراره با هم بگذرونیم دوره مقدماتی عکاسی با موبایل هست. همه اون چیزهایی که نیاز هست برای اینکه شما عکاسی رو یاد بگیرید، اصول نوردهی و نورپردازی و ساختار موبایل ها در این دوره بهش میپردازیم و اینکه حتی اگر شما تصمیم به خرید گوشی دارید یا قصد دارید که گوشیتون رو عوض کنید، اون نکاتی که مهمه در تصمیم گیریتون اونها رو هم یاد خواهید گرفت، چون خیلی ها این فکر رو دارن و این تصور رو دارن که موقعی خرید موبایل فقط به مگاپیکسل توجه کنن و خب این همه چیزه برای یک دوربین خوب، اما بعد بهتون بگم که اون عدد همه چیز نیست. راجع به ترکیب بندی در عکاسی صحبت می کنیم، اینکه چه اصولی رو باید رعایت کنید
تا عکساتون خیلی بهتر بشه و مخاطب رو بیشتر به خودش جذب کنه. و اینکه چطور اصلا میشه با خود موبایل ها با دوربینشون کار کرد، چون موبایل های ما قسمت دوربینش یه ستینگی داره، یه تنظیماتی داره که اگر با اونها آشنا باشید خیلی بهتر میتونید ازش استفاده کنید. و اینکه یه سری اپ ها هست، اپلیکیشن هایی هست که میتونه مکمل کار عکاسیتون باشه و اینها همه رو در این دوره راجع بهش صحبت میکنم و مطمئنم که اگر تمرین ها رو انجام بدید خیلی میتونید عکس های خیلی خیلی بهتری بگیرید از اون چیزی که الان انجام میدید و الان عکاسی میکنید. حتی اگر دوربین حرفه‌ای دارید و تا الان رو حالت اتومات ازش استفاده میکردید، بعد از گذروندن این دوره میتونید رو حالت دستی باهاش کار کنید و خب خیلی بهتر عکاسی کنید باهاش. اگر شما کسب و کار اینترنتی دارید و باید از محصولات متعددی عکاسی کنید، عکاسی روزانه داشته باشید، توی این دوره کاملا یاد میگیرید که چطور با کمترین امکانات این عکاسی رو انجام بدید، با بکگراند سفید نورپردازی کنید و عکس بگیرید. نیاز به تجهیزات خیلی گرون قیمتی نیست. من سعی کردم توی این دوره دقیقا از حداقل ها استفاده کنم، چیزهایی که برای عکاسی اولیه نیازه و خب بازدهی خیلی خوبی داره. حتی میتونید عکس هایی که با موبایل میگیرید رو چاپ کنید تا ابعاد A4 یا همون 20x30 قابلیت چاپ رو دارند. اگر علاقه من به عکاسی پورتره هستید، میتونید در منزل در فضای بسته با همین نورهایی که میگم، نورپردازی که بهتون توضیح میدم، از عزیزانتون عکس بگیرید. عکس هایی که شاید واقعا تشخیصش سخت باشه که این عکس در منزل گرفته شده یا در آتلیه و فضای استودیو گرفته شده. همینطور اگر به عکاسی طبیعت علاقه من هستید و دوست دارید که عکاسی از منظره رو داشته باشید، نکاتی گفته میشه که خب خیلی مهم و کاربردی هست که با رعایت اون نکات میتونید در فضای باز هم نورپردازی درست و کادبندی درست رو انجام بدید. اگر سوالی بود در طول دوره، اگر احساس کردید نکته‌ای کم راجع بهش توضیح داده شده یا براتون مجهول بود، حتما روی سایت مطرح کنید. در اولین فرصت من حتما بهتون پاسخ خواهم داد و سوالاتتون برطرف خواهد شد. ازتون خواهش میکنم تمرین هایی رو که خواستم ازتون انجام بدید حتما ارسال کنید. اگر مشکلی باشه با هم رفع میکنیم، چون عکاسی هم مثل هر هنر دیگه‌ای نیازمند اینه که تمرین زیادی داشته باشید تا بهش مسلط بشید و عکاس خیلی خوبی بشید. من لیا صفایی هستم، خیلی خوشحالم که در این دوره با شما همراهم. هم.